سلام میکنم به همه دوستام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ این ویدیویی که الان قراره ببینید، خب نه سر داشتش نه ته. تهش رو درست کردم و الان اومدم ادیتش کردم، دیدم مثلا سلام علیک نکرده وارد ویدیو شدم. از همینجا سلام میکنم. این ویدیویی که قراره ببینید 3 روز از زندگی منه که به صورت ولاگ، به صورت کوچیک کوچیک از زندگیم گرفتم، ویدیو گرفتم و میکسش کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. یکم ویدیوی طولانیه، پس یه نوشیدنی درست کنید و بشینید نگاه کنید. من الان میخواستم برم سر کار و خیلی زود در اومدم، چون اتوبوسا کسی سوار نمیشه، بعد خیلی با سرعت میان، بعد اون چیزی که اپلیکیشن نشون میده اون نیستش. یعنی مثلا توی این ایستگاه اگه میگه 5 دقیقه دیگه این اتوبوس هست، یهو مثلا میری میبینی که خیلی وقت رد شده از اونجا. به خاطر همین منم زود در میام که دیر نکنم، یه بار دیر کردم. بعد دیگه خیلی زود رسیدم، گفتم اینجا یه پارکی هستش، اینجا یکم بشینم. یکی اومده اونجا داره آفتاب میگیره، یکی داره فوتبال بازی میکنه، دیگه هیچی دیگه، هر کسی داره یه کاری میکنه. برام جالب بود، مثلا قرنطینه واسه هر کسی یه معنای خاصی داره. ولی این که مثلا آدما میدونن که زندگی ادامه داره و اینو سعی میکنن به خودشون بگن خوبه و باعث میشه که امید بده به آدما. صبحم که صبح روتینی بود برای من، مثل همیشه پا شدم و کارامو کردم. آها، یه کار دیگه هم که کردم این بود که من تصمیمم اینجوری بود که فقط لباس زمستونی آوردم با خودم اینجا، و گفتم خب تابستون یا من یا همسرم یکیمون میریم و لباسای بقیه لباسامونو میاریم. نشدم، آدم 2-3 تا مثلا میخره دیگه، مثلا زندگیشو سر کنه دیگه. الان 1 هفته از اینجا هوا خیلی خوب و گرم شده، ولی من همچنان با لباسای زمستونی میرم سر کار. دیگه گفتم بذار یه چند تا لباس بخرم، همه جا هم که بسته است فقط آنلاین بازه. رفتم از سایت H&M یه چند تا چیزم صبح خریدم، کلی هم فکر کردم که بخرم نخرم، چی بگیرم چی نگیرم، مثلا بپوشم بخرم خیلی راحت ترم. ولی یه سری چیزای بیسیک که مثلا با همه چی میتونی ست کنی، حالا اومدن براتون نشون میدم، آنباکسینگ میکنم واسهتون. خیلی مثلا برام می نویسن که از این جور ویدیو بذار، این که مثلا چیزایی که خودم خریدم و نشون بدم، یکم خجالت میکشم. ولی خب این اولین باریه که مجبور شدم از یه جایی که مثلا به خاطر ناچاری برم وسیله بخرم. هم هیچ لباسی تو کمدم نباشه، این اولین زمان بود که همچین اتفاقی واسم افتاد. بعد حالا ببینیم چند روزه میاد، به خاطر این کووید 19 نوشته بود که یکم طول میکشه بیاد. حالا این اولین خرید لباس آنلاینم هم هست اینجا، ولی کلا همه سیستم های اداری گیر کردم. حالا اینم بهتون بگم، اتوبوس های اینجا رو خود راننده در جلو که کلا باز نمیشه، در وسط رو باز میکنه و مجانی کردن که اصلا هیچ کارتی هیچ تماسی حد دل امکان تو به اون اتوبوس نداشته باشی. بعدش هم رسیدی دیگه به دکمه ای چیزی دست نمیزنی، فقط اسم ایستگاه تو میگی و در حالت عادی اینجا اتوبوس درش اینجوری باز میشه که تو ایستگاه که نگرداش تو باید اینجوری فشار بدی در و در باز بشه. الان دیگه اون تماس هم کلا برداشتن. بعد من اینجوری سوار اتوبوس میشم که کولم این کیفم پشتمه، بعد همینجوری سوار میشم، اسم ایستگاه همو داد میزنم، اون در رو وا میکنه، پیاده میشم. الان که یه لحظه اینجوری دماغمو چیز کردم، به خاطر اینکه یهو یه ترمز زد، من مجبور شدم از اون میله بگیرم، بعد به خاطر همینجوری چنگ دماغمو خاروندم. اینم گفتم که نگید چرا دستات این شکلی مونده. الان رفتم سر کار، دستامو با آب صابون میشورم، ولی کلا به هیچی دست نمیزنم تا برسم سر کار. بعد دوباره دستام میشورم، بعد اونجا هم که دیگه دستکش دستمون میکنیم. آهان، اینم بهتون بگم، یعنی عذاب وجدانی که من دارم به خاطر مصرف بیش از اندازه و آشغال تولید کردن پلاستیک، یعنی نمیدونین، در حالت عادی من سعی میکردم که حد دل امکان آشغال تولید نکنم. الان ما انقدر دستکش پلاستیکی استفاده میکنیم که یعنی حد و اندازه ندار. تازه حالا جایی که من کار میکنم کل جاهای دنیا رو بگیم، یعنی یک چیز فجیع پلاستیکی دوباره داره میاد آشغال، خیلی چیز بدیه. دوربین رو گرفتم دستم، دارم حرف میزنم، حالا زود رسیدم دیر میرسم سر کار، اونجوری میشه. و گفتم که سریع هم حرکت کنم هم حرفمو بگم و بریم سر کار. ولی کلا الان خیابون رو نشونتون میدم، انقدر خلوته. ببینین این
خیابون تقریبا یه خیابون اصلی بود، نگاه کنید مثلا هیچ ماشینی نیست، یکی دو تا ماشین میاد و میره. در حتی اینجا خیلی شلوغ بود با اتوبوس، یعنی شکلیه. و الانم پنجشنبه است، یعنی وسط هفته است، خیلی خلوته دیگه. واقعا دارم میرم سر کار، فعلا خدافظ تا بخش بعدی. سلام، من از سر کار در اومدم ولی یکم دیر شد، کارا طول کشید، هوا تاریک شد. فقط اینو ویدیو رو روشن کردم که بهتون بگم که ما امروز اولین وسیله نقلیه‌مون رو قرار بود بخریم، یعنی همسرم رفت که بخره. چی؟ یه دوچرخه. اول قرار بود دو تا دوچرخه بخریم چون هواها خوب شده و خب از وقتی هم که کرونا اومده ورزش که نمیشه کرد. اتوبوس هم که خیلی بد میان. الانم وقت ریسک کردن برای خریدن چیزای بزرگ نیست. اگه یادتون باشه گفته بودم میخوایم خونمون رو عوض کنیم، که من چند تا خونم پیدا کرده بودم، ولی الان وقت عوض کردن چیزی یا خریدن خیلی چیزای بزرگ نیست، چون که معلوم نیستش که کارها تا کی ادامه داشته باشه، معلوم نیستش که این بودجه‌ای که داریم کی و برای چی به دردمون بخوره. به خاطر همین پیدا کردن خونه که با کلی قصه و غم من استاد حرکتش، و وسیله نقلیه‌ام تصمیم گرفتیم دوچرخه بخریم. دوچرخه رو فرهاد خیلی وقت بود میگفت، ولی من میگفتم که من که زانو درد دارم، زانوی من به خاطر ورزش و اینا یکم آسیب دید از دبیرستان به این ور، و خب نمیتونم زیاد کارهایی که به زانو فشار میاد انجام بدم. ولی الان اینجا زیاد مثلا سربالای سرپایینی نداره و نمیدونم کدوم کشورها این شرایطو دارن، ولی اینجا نه، اینجا میشه دوچرخه تو سوار اتوبوس کنی. جلوی اتوبوس یه جایی هست که اونجا ببخشید داره تاریک میشه، بذاریم برای یه جای روشن. آها داشتم میگفتم اینجا میتونین دوچرخه‌تون رو سوار اتوبوسش کنی، ولی چون الان حواسم بود که میخوایم دوچرخه بخریم بیشتر توجه کردم. هم میتونین سوار متروش کنین، توی مترو یه جای مخصوصی داره که دوچرخه‌تون اونجا پارک میکنین، هم میتونین سوار اتوبوسش کنین. اتوبوس هم جلوی اتوبوس بیرون یه دو تا چنگال مانند داره، اونجا اتوبوس میگم، خدایا خستگی کاره. دوچرختون رو با چرخاش وصل میکنید و حالا عکسش رو پیدا کنم اینجا براتون میذارم. دوچرخه اونجا وای میسته و میتونین برید هر جایی که میخواید. دوچرخه خیلی، نگاه کنم که ماشین چیزی نیاد، چون همه جا خلوته. درسته دارم از خط عبور رد میشم، ولی چون همه جا خلوته بعضی وقتا ماشینا وای نمیستن. معمولا وای میستن، ولی خب دیگه الکلیش هست، معتادش هست، آدم نمیدونه که کی پشت فرمونه. دیگه میتونی مثلا برین یه جا خسته شدین از پدال زدن، یا مثلا حالا یه جایتون گرفت یا یه وسیله داشتین و اینا، میتونین سوار اتوبوسش کنین و این خب به من کمک کرد. ریسک نکردم، گفتم یه دونه بخریم، اگه من یه چند بار میرم سر کار اگه دیدم که خوب بود میتونم و اینا، یه دونه هم من میخرم. دوچرخه هم اونجوری خیلی گرون نیست اینجا. برم ببینم خریده یا نه همسر گرامی من. الان واسدم اتوبوس بیاد، برم به خونه و زندگیم برسم. فردا و پس فردا بنده تعطیل هستم، شاید این نیلاگ رو ادامه بدم به فردا و پس فردا. اگه ادامه دادم تا فردا، خدا نگهدار و شب من بخیر. خب من گفتم برم یه ذره خرید کنم برای خونه، ببینید کدوم خونه داره ما رو نگاه میکنه. نهاش این حالا اتوبوس بیاد و سوارشیم بریم
اینجور وسیله رو از کجا میگیریم؟ از یه دلاری. البته یه دلار نیست همه وسیلاش، قیمت های مختلفه، ولی اسمش دلار استوره. برم از اونجا ببینم اینجور چیزها رو میتونم پیدا کنم. یه لیست نوشتم، همسرم هم رفتش یه دونه دوچرخه پیدا کردیم، اون دوچرخه ها رو بخره. امیدوارم که بخره، خوشحال بشیم دیگه. برای من خیلی سخته گرفتن ویلا، ولی احساس میکنم مثلا نامحتواست، نامفهومه، نمیدونم. شاید من چون عادت داشتم همیشه یه چیزایی رو تحقیق کنم، بنویسم توی کاغذ، بعد ویدیو بگیرم، واسه من این شکلی در میاد. ولی هم خودم دوست دارم ویلاگای دیگران رو ببینم، هم دیگران هم انگار دوست دارن، چون خیلی کامنت های قشنگی از شما واسه من اومده بود و سعی میکنم تیکه تیکه بگیرم. مثلا دیروز ما قبل این که دیدین رفتیم خرید کردی، بعدش من اومدم کلی روی این پاکت ها رو همه رو شستم، بعد یادم افتاد خب مثلا میتونستم از این پروسه فیلم بگیرم براتون، یا اینکه مثلا بعدش آبگوشت رو پختیم، من باز یادم رفت از اون پروسه فیلم بگیرم، بعد دیگه به دوستامون اومدن خوردیم تموم شد، یادم میره. یعنی باید هی به خودم یادآوری کنم. خب یواش یواش این اتفاق میفته دیگه. خریدامم این دفعه میخوام بهتون نشون بدم. اولا که من خریدامو کردم، دارم میرم خونه بهتون نشون میدم چی خریدم. والا این خونه تکمیل کردن خونه هیچ وقت اتفاق نمیفته. وقتی هم حتی فکر کنیم که خونه تکمیله، یه چیزی که قبلا خریده بودیم خراب میشه، اون که به جا. ولی من الان چند وقته که سعی میکنم مصرفگرای بیهوده نباشم و فقط چیزهایی که خیلی خیلی لازمه و همش استفاده میشه بخرم. الانم امیدوارم اونجوری خرید کرده باشم. اونجا یه چند بار ریختم، دوباره جمع کردم که واقعا چیز اضافه نخریده باشم. حالا بریم ببینیم نسبت به خودم دیگه. این چیزی که میخواستم بگم که حتما یادمون باشه و واقعا فراموش نکنیم، سرطان سینه است و تشخیص دادنش خیلی 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 راحته. یعنی ما فقط با لمس کردن بدنمون میتونیم بفهمیم که خدای نکرده سرطان شروع شده یا قده چیزی هست و خیلی راحت میشه جلوشو گرفت. ولی خیلی وقتا یادمون میره و وقتی متوجه میشیم که کار از کار گذشته، خدای نکرده قده یه چیز فشرده اونجا میبینید یا نه، با سه تا انگشت و حرکت های دورانی. حالا من ویدیوشو پیدا کردم میذارم، میدونم همتون میدونید، ولی خوبه که همیشه دوباره به همدیگه یادآوری کنیم که خدای نکرده قبل از اینکه اتفاقی بیفته اینو متوجه بشیم و جلوشو بگیریم، چون شایع ترین سرطان توی خانم ها و متاسفانه توی آقاها هم هست، ولی خب تو آقاها کمتره، سرطان سینه است و بیشترین مرگ و میر سرطان رو سرطان سینه داره، ولی راحت ترین سرطان هست و خیلی راحت میشه جلوشو گرفت. یعنی خدای نکرده اگه یه مرحله جلوتر رفته باشه میتونن قده رو بردارن، نشد توی سینه رو خالی کنن، و اگه نشد دیگه خیلی وحشتناک بود خود سینه رو برمیدارن. من شخصا از اینجور صحبت کردن هیچ وقت خجالت نمی کشم و به نظر من اینا خیلی چیزای عادیه. مرد باشید که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، حتما مادر دارید، خواهر دارید، عشق دارید، دختر دارید، بالاخره یه زن توی زندگیتون هست، و اگر هم که خانم هستید که حتما توجه کنید. ولی اینم میگم حتما یادتون باشه این فقط مخصوص خانما نیست، توی آقایون هم دیده میشه. و من یکی از دوستام متاسفانه برادرشو به خاطر سرطان سینه از دست داد. یعنی چیزی نیستش که فقط توی خانم ها باشه، شما هم باید حواستون باشه. خوشم اومد که اینو بهتون بگم، چون دوستتون دارم و دوست ندارم هیچ کس با زجر بمیره، چون الان حواسمون به کروناست و خیلی چیزهای دیگر رو فراموش میکنیم. امروز چون تعطیلم خیلی کار دارم، گفتم اینا رو هم نشون بدم. آخه اینا چقدر زیبان، اینا چقدر قشنگن. زیر هر درختی که شکوفه داره اون رنگی سایه افتاده، چون شکوفه های مثلا صورتی اگه داره صورتی ریخته رو زمین، انگار سایه صورتی داره. خیلی زیبان، اصلا خدا رو شکر باید کرد وقتی اینجور صحنه ها رو میبینیم واقعا، و اصلا غافل نشیم از شکر اینجور چیزها. لاله، حالا صابخونه ما خیلی به اینجور چیزا اهمیت میده و دوست داره خانم پیره. بعد خیلی گلهای مختلف کاشته، حالا زمستون و پاییز و اینا،
ما زیاد خب مثلا نمیدیدیم اینا چیان، الان که در اومدن الان نشونتون میدم خیلی قشنگن. درسته خب مثلا مرتب نکاشته اونا رو، همه رنگ از همه جا در اومده، ولی خیلی قشنگن. کلا خونه ما انگار مثلا وسط گلاست، گلا بزرگ شدن، بعد همه رنگم هست، لای قرمز، زرد. خیلی خوشگلن، خیلی قشنگ بزرگ شدن. برم خونه. یا خریدیم چه خریدیم؟ همینجوری دارم در میارم نشونتون بدم. به خاطر قرنطینه که آرایشگاه کلا بسته است، همه همونجوری که توی فیلم ها و صحبت ها میبینیم همه دارن مجبورن موهای همدیگر رو بزنن. منم که دوستم دستش درد نکنه نوک موهامو یه ذره صاف کرد که کم سالم تر بشه، منم میخوام موهای همسرمو بزنم، ولی هیچ گونه امکاناتی خوب شد هیچ گونه امکاناتی ندارم تو دستم. بعد رفتم یه سری خرید کردم از این پسپسا. امتحان هم نکردم اینا کار میکنه کار نمیکنه، امیدوارم کار کنه. یه دونه اینو خریدم. رفتم من دلار استور، همه اینا یه دلار 1.25 این شکلی هم قیمتش. اینو خریدم. اسکاچ لازم داشتم، اسکاچ خریدم. دو جفت دستکش، چون حالا نمیدونم میدونی یا نه، اونایی که ازم میپرسن چرا ظرفشویی نداری، چرا ماشین ظرفشویی نداری اینا، اینجا اینجور چیزا توی خونه است، یعنی ما تو خونهمون ماشین ظرفشویی نداشت خونه ما، حتی اگه بخریم هم جایی نداره که بزنیم و اصلا هم اونجوری نیستش که بری بخری، یعنی تو همه خونه ها، یعنی خونه بعدی که انتخاب میکنیم باید نسبت به این مثلا ماکروویو داشته باشه، ماشین ظرفشویی داشته باشه، فر، لباسشویی، یخچال، اینجور چیزا رو باید داشته باشه، یعنی بعد نگاه کنی نسبت به بودجت و اینا یه همچین خونه انتخاب کنی. خونه ما ماشین ظرفشویی نداره و این دستکشاشون انقدر جنسش بده، من دلم اون گل مریم روز مریم ها رو میخواد، خیلی زود پاره میشه. حالا نمیدونم ما سالیان سال دیگه ظرف نشستیم مثلا خیلی داغش میکنم به خاطر کرونا یا چی، خیلی زود پاره میکنم. گفتم دو جفت بخرم که اینجوری باشه، این برای کوتاه کردنمون و قیچی برای کوتاه کردنمون و برای تی زدن زمین از این دستمال زمین رو نخواستم و از این یکی دیگه هم باید باشه، اونم در بیارم. این قاب عکس اصلا زیاد ندارم، چند تا عکس میخوام از خودمون در بیارم. چهار تا از این گرفتم، اینم قیمتش خیلی خوب بود، از این خیلی از این معمولی ها که فقط عکس رو میکنی توش. برای خرد کردن سبزیجات و گوشت و مثلا ماهی و اینجور چیزا من همیشه به این توجه داشتم که اینا رو نباید روی مثلا گوشت و با سبزی نباید قاطی بکنی. بعد من دوتا چوبی دارم برای سبزی نگه داشتم، اینم برای گوشت گرفتم که دیگه همش قاطی نشن، چون خیلی خطرناکه اینا، چون توش رد میفته یه موادی میرن توش میمونن که خیلی هم کثیف میشن. یه سری خونده بودم اسکاج ظرفشویی و این کثیف ترین چیزای آشپزخونه هستن، چون که هر چقدر هم میشوری تمیز نمیشن، اسکاچ و این باید تون تون عوض بشن. بعد به خاطر همین اینا رو ارزونشون رو بگیرین، مخصوصا برای گوشت. حالا سبزیجات زیاد میکروب تولید نمیکنن، ولی گوشت ماهی مرغ اینا رو باید جدا کنین. حتی اون مثلا میگفتش که توی اون چیز بهداشتی که میخوندم مثلا میگفت مرغ جدا، ماهی جدا، گوشت جدا، اینا جدا باید. از این همزن کوچولوها گرفتم، از این زیر لیوانیا گرفتم یه دونه. من بیشتر قهوه میخورم، همسرم بیشتر چای میخوره، ولی تیپک میخوره، تیپکم برای سلامتی ضرر داره. یه دونه از اینا گرفتم که چای رو بریزیم توش و دمش کنیم. یه شم گرفتم، شم که روشنش کنم گوش بود. و یه دونه هم اینو گرفتم، این خیلی وسیله خوبیه، اصلا به قدری به درد بخوره، من به هر کسی اینو گفتم خریده راضی بوده. برای
کم استفاده کردن پلاستیک خیلی خوبه. وقتی چیپس و پفک میخرین میخواین درشو ببندین، با این قشنگ مثل گیره، اینجا عکسش هست میبینید، اینجوری میبندین. یا مثلا خوراکی هایی که از توی فریزر در میاریم، مثل ذرت، مثل نخود فرنگی، بعد قراره اونو دوباره بذارین توی فریزر دیگه، بعد اون درش وا میمونه و خشک میشه و اینا، با اینا قشنگ میبندین. اینا وسایل هایی بود که من رفتم گرفتم. اینم خرید ما، من برم اینا رو بشورم. بچه‌ها میخواستم دو تا صفحه یوتیوبی رو که این روزا خیلی دارم ازشون استفاده میکنم، یعنی یکیشو خیلی استفاده میکردم، یکیشم از امروز میخوام خیلی استفاده کنم و بهتون معرفی کنم. جفتشون هم فارسی زبانن و من خودم استفاده میکردم، دوست دارم با شما هم شیر کنم که شما هم استفاده کنید. اگه منو میشناسید میدونید که من خیلی کتاب دوست دارم، کتاب خیلی میخونم و کتابای صوتی رو هم خیلی دوست دارم، چون که معمولا تو دستم یه کاری دارم و کتابای صوتی خیلی به دردم میخورن. یکیش در مورد کتاب های صوتیه، الان نشونتون میدم. یک این صفحه است که ورتیوبه اسمش و کلی کتاب داره توش، کلی کتاب. حالا بزنید براتون باز کنم ببینید. همون انسان خردمندو که من بهتون میگفتم که کتاب خوبیه بخونید توش هست. خیلی قشنگ صوتی صحبت میکنه، یعنی کاملا حاکمه به نوع حرف زدن، نوع صحبت کردن. بعضی کتابا اینجا توی یوتیوب نیست و شما رو راهنمایی میکنه توی سایتش. من الان دارم این کتابو ازش گوش میکنم. اگه ملت عشق رو دوست دارید و ندارید، حتما میتونید اینجا گوش کنید. ملت عشقم خوب بود به نظر من، اون گوش دادنش بهتر از خوندن کتابش بود. من هم خوندم هم گوش کردم. کتابای خیلی خیلی زیادی داره و خیلی وقتم هستش داره فعالیت میکنه و من دلم واقعا سوخت که چرا تعقیب کننده و فالوورش کمه. و خواستم که به شما هم بگم اگه تو این مدت خواستید خیلی راحت میتونید با کیفیت خیلی خوب کتابا رو بشنوید. توی مدت خیلی چاپ این آقاست که راک فیت کلاب اسم صفحش و داره یه چالش فیتنس و تناسب اندام 8 هفته‌ای میذاره و آموزش رایگان قدم به قدم برای کاهش و افزایش وزنه. خیلی به نظر من خوبه. اینا صفحه هایی بود که من خودم این روزا خیلی استفاده میکنم ازشون و دلم میخواد که همین چالش رو هم انجام بدم، چون خیلی وقت دوست دارم که ورزش کنم ولی احساس میکنم که به یکی احتیاج دارم که هی منو ساپورت کنه، هی مثلا باش مسابقه داشته باشم. و خب وقتی میشینیم میخوایم استراحت کنیم، مثلا به جای اینکه توی اپلیکیشن های بی خودی که وقتمون رو هدر میده بریم، میتونیم یه همچین کتابی گوش کنیم و به اطلاعاتمون حالمون کمک کنه. و همه یوتیوب را به همدیگه احتیاج دارن به نظر من. و به غیر از اون هم وقتی کسی داره محتوای خوب درست میکنه و داره زمان ما رو به یک زمان مفید تبدیل میکنه، به نظر من چرا که نه، چرا که نه، حمایت کردن خیلی خیلی خوبه. من قبلنا به شما یه یوتیوبر دیگرم معرفی کرده بودم، اسم کانالش ایمان آکادمیه، اونم دوباره این پایین تگش میکنم. هم خیلی پسر خوبیه ایمان و هم خیلی اطلاعات خوبی میذاره در مورد یوتیوب. اون یه بار یه چیزی گفت و هم متعجب کرد، هم اصلا گفتم چرا به ذهن خودم نرسیده. اینکه خیلی ها نمیدونن اصلا سابسکرایب چیه، لایک چیه، کامنت چیه، یعنی توی یوتیوب اینا چیان و چه جوری میشه انجام داد. اگه واقعا دوست دارین میتونم یه ویدیوی خیلی راحت در مورد اینا براتون درست کنم. دوست دارین؟ نه حتما درست میکنم، اونو درست میکنم. و ایمان خیلی 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 یوتیوبرهای فارس زبان رو، نه فقط ایرانی، فارس زبان، افغانی ها، هر کسی که زبانش فارسی و محتوای فارسی درست میکنه رو حمایت میکنه و من خیلی تقدیرش میکنم. اینم صفحه یوتیوب ایمان آکادمی. در مورد یوتیوب، در مورد فتوشاپ و اینجور برنامه ها خیلی ویدیو گذاشت برای ماها، من خودم خیلی استفاده کردم. خب این شمم که خریدم خیلی گوش خوب بود. این شمم روشن کنی. آها نه سخت نیست، روشنش کردم. نه آره، یواش یواش داره بوش در میاد که هم حالمون خوب شه هم یه نوشیدنی بخوریم.
و بریم بقیه کارامونو بکنیم. امروز روز پختن حبوباته. اینجا نخود رو پختم، اینجا ماش پختم، اونجا عدس زرد پختم، اونو برای امروزم لازمش دارم. اینا اینجا هم لوبیا داره تازه میپزه، اینا رو هم این شکلی میذاریم که سرد نره. سالاد درست کردم، هویجش رو گذاشتم آخر سر، بریزم روش، اینم امروز میخوریم. با اونم قراره کیک بپزم دیگه، داره میمیره اون موزه. تا این قضیه داره درست میشه، فر باید تمیز کنم، خیلی کثیفه. و این قسمت فریزر که دیگه اصلا میگن سرشو گرفته داره میره، یعنی همه اینجوری رفته تو، اونو باید مرتب کنم. همسرم دوچرخش رو گرفت، خرید، اومد و الان پارک کرده جلوی در. من الان فر رو تمیز کنم. آها، این حبوبات هم چرا میپزم؟ من اینا رو بدون اینکه نمک و روغن بزنم فقط آب پز میکنم، بعد میذارم تو فریزر. وقتی که میخوام غذا درست کنم خیلی کار من راحت میشه، یعنی فقط در میارم یه ذره گرمش میکنم و حالا یا سالاد یا خورشت یا هر چیزی که میخوام درست کنم سریع درست میشه و استفادهش رو بکنم. اینم از نکات خانه‌داری. فقط هم یواش حرف میزنم چون افسر اومد خوابید، منم این کارا رو بکنم. این مرتب کردن فریزر و تمیز کردن فر توی ذهن من اینقدر بزرگه، اینقدر سخته، دیگه دارم خودم رو مجبور میکنم یه کار بکنم. از سر و وضعم هم میبینید که فر رو تمام کردم و واقعا تمیز شد. فقط این رو میخواستم بگم، ما از وسایلی که استفاده میکنیم برای تمیز کردن فر خیلی شیمیایی هست. حتماً حتماً بعدش فر رو همینجوری روشن کنید که اون گازهای خطرناک و اینا برن. ببینید گل شده، گل. ببینید مهدی خانم چه کرد با فریزر، یعنی الان دیگه همه چیز رو میبینم. قبلن هرچی دستم اومدم چه فشار داده بودیم تو، خیلی هم عالی شد. خودم افتخار کردم. فقط این آشپزخونه رو وضعیتش هم یکم مرتب کنم و بعد خونه‌ش هم بعد برم تو فریزر. خب همینجور داشتم تو اینترنت میگشتم، یه خونه خیلی خوب پیدا کردیم. مسیج دادیم به صابخونه که حالا بریم ببینیمش، نمیدونم بتونیم بگیریم، ریسک کنیم یا نه، ولی خب میریم خونه رو ببینیم، حالا ویدیوشو میگیرم. بعدش هم که من وسایل فریزرم خنک شدن، بذاریم بذارم اینجا، نخود، لوبیا و ماش، اون یکی هم اینجا مواد داشت درست کردم که باهاش مواد کوفته ویجیتری همه. اینا رو الان میذارم تو فریزر و بریم خونه رو ببینیم. امیدوارم که حالا مثلا هم خوشمون بیاد، هم با همون را بیاد، هم با این صابخونه‌مون صحبت کنیم و بتونیم در بیایم، چون هنوز مونده به تموم شدن قراردادمون. ولی خب ببینیم قسمت چیه. حالا بعدش اگه خونه خوشگل بود ویدیوشو اینجا میذارم. امروز دیگه این ویلاگ سه روزم رو تموم میکنم. من سه روزه دارم ویلاگ میگیرم، ولی خب تیکه تیکه ببینیم چجوری میشه. ولی ازتون ممنونم که ویلاگ منو تماشا کردید، این سه روز با من بودید، به من انرژی دادید با کامنتای قشنگتون تو ویدیوهای دیگه. همینجوری دارم دوستای خیلی خوب پیدا میکنم از توی یوتیوب و این مجرا رو خیلی دوست داشتم، الان بیشترم دوست دارم، خیلی بیشتر دوست دارم، چون خیلی آدم های با کیفیتی اینجا هستن، حداقل توی کامنت های من میشه. حالا میام ازتون خدافظی میکنم. سلام، صبح من بخیر، خوبین بچه ها؟ من اومدم که ویدیو رو ادیت کنم، اصلا ویدیوم ته نداره چون آخرین بار بهتون گفتم که دارم میرم یه خونه ای رو ببینم، بعد خیلی خوشحالم بودم و اینا، ولی خونه اینقدر افتضاح بود، اینقدر دلمون گرفت که دیگه اصلا بیخیالش شدیم. اومدم که همینو بهتون بگم. من همینجا هم ازتون تشکر میکنم به خاطر اینکه ویدیومو تا این لحظهش دیدین. الان دارم میرم سر کار، فقط گفتم این تیکه ویدیو رو بگیرم که ازتون خداحافظی کنم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. هر جمعه منتظر ویدیو جدید من باشید.